الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف هشتم. امیدوارم که جور و سعدمند باشید شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هشتم میخوانیم درست است؟ فصل چندم بودیم؟ فصل افتم افاده های الجبری و درس افتم ما و شما میشه امروز اما عنوانی که ما و شما امروز باید با هم بخوانیم چی است؟ مطابقت ها را اگر یادتان باشه درس گذشته گفتیم مطابقت ها را شروع کردیم نه؟ و نو اول هم خواندیم چی بود؟ نو اول اگر یادتان باشه درس گذشته مطابقت مزدوج گفتیم برش میگن یا تفاضل مربعات اما درسی که امروز ما شما میخوانیم نوع دوم مطابقت هاست و چی است مربع دو حده حد سیست خب میریم سر تخته و شروع میکنیم که مربع دو حده حد رو تمام تشریح میکنم فرمولش براتون میگم و چند مثال هم کار میکنیم اما قبل که بریم درس شروع کنیم شاگرد عزیز قرار بود که کارخانگی درس گذشته را به ما روان کنه از طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 4013 شاگرد عزیز اگر سوال دارید پیشنهاد دارید انتقاد دارید با ما در ارتباط شوید سیست از طریق همین عمل که به شما خواندم از طریق واتساپ خب شاگرد عزیز و گرامی پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی هست؟ نوع دوم مطابقت هاست سیست مطابقت نوع اول خواندیم چی بود یادتون است مطابقت نوع اول گفتیم که مطابقت تفاضل مربعات یا چی بود مزدوج و اگر یادتان باشد خود مطابقت معنای چی بود یادتان نفت گفتیم خود مطابقت معنای شی بود که اگر دو تا افاده الجبری بینش یک علامه تساوی باشد و به جای هر قیمتی که به جای متحول ایکس است وای از فرق نمیکنه کنه به جای از اون ما قیمت گذاری کنیم او تساوی چی شود برقرار شود به او میگیم چی مطابقت اگر فقط برای چند عدد برقرار شود برای دیگر برقرار نشود او مطابقت نیست به او میگن معادله یا مساوات پس معادله فرق مطابقت با معادله ای است که دقیقا همین شکلشان به یک شکل از دقت کنید یک مفاهیم دو طرف دو تا وفاده الجبری داریم معادله برای چند عدد یک عدد دو عدد یا ده عدد میتونه درست باشد ولی برای کل عدد باز برای چند عدد دیگه چی غلط است درست نیست اما مطابقت برای تمام اعداد حقیقی ریل نمبر کلا چی میشه درست میشه پس فرق هر فهمیدیم خب نوع دو مطابقت امروز ما شما میخوایم مطابقت مربع دو حد ده. درست است پس من میکنم مطابقت مربع دو حد ده. مطابقت ها بودیم درست است و نوع دوم نوع ب ما و شما چی است مربع دو حد خب شاگرد عزیز دقت کنید ما مربع دو حد فرمولش نوشته میکنیم براتون فرمول مربع دو حد به شکل است اگر ما و شما داشته باشیم ای جمع بی کل مربع دقت کنید مربع ما و شما چی است چی است کل است یعنی بیرون قوس است اگر یادتان باشد مطابقت نو اول چی بود؟ نو اول به این شکل بود که ا جمع بی در ا منفی بی مفاهیم می شد با ا مربع منفی بی مربع صحیح است؟ این مطابقت نو مطابق اول بود نامش هم چی بود؟ نامش گفتیم مربع تفاظل مربعات یا مزدوج دقت کنید این مربع روی ای جداست روی بی جداست اما در اینجا مطابقت مربع دو حده مربع چیست روی قوس است یعنی کل مربع است اینجا کل مربع نیست هر کدام جدا جدا مربع است خب ممکنه با خودتون سوال کنید خب استاد هر دو یکی میشه میگیم نه خیر یکی نمیشه فرق میکنه اگر روی از هر دو جدا جدا مربع باشد یا روی کل مربع باشد جوابش یکی نمیشه فرق میکنه من مثال براتون میزنم دقت کنید شغرده عزیز بونوال مثال ا و ب دو تا عدد بگی یک تاش دو بگم یک تاش سه میگم صحیح است دو جمع سه کل مربع هسه یک بار حساب میکنم یک بار دو مربع جمع سه مربع حساب میکنم ببینم چی میشه صحیح است میتونیم بنج منفی و فرق نمیکنه ما برای مثبت حساب میکنیم برای منفی حساب کردن میتونیم پس کل مربع است اول شما باید داخل قوس انجام بدین چون اولویت چی بود اول قوس است بعد توان است پس داخل قوس دو جمع سه چند میشه میشه 5 پنج مربع چند میشه؟ پنج مربع ده نمیشه نگی ده بگی پنج دو 5 مربع معنای است که پنج زبدر در پنج پس 5 زبدر در پنج چند میشه؟ بیست و پس ما به حال اول که کل مربع باشه حساب کنیم 25 شد اما اگر مربع جدا جدا باشد روی هر کدام مربع باشد حساب میکنیم دو مربع چند میشه؟ دو مربع میشه دوی زبدر در دو که میشه 4. جمع سه مربع چند میشه؟ شش نگیه سه مربع سه زبدر در سه چند میشه؟ سه زبدر در سه نو میشه آفرین خب 4 و 9 رو جمع بسازید میشه 13 این شد 13 و شد 25 دیدیم که با هم دیگه مساوی نشد پس دقت کنید که خیلی از شاگردان ما میگه که استاد این مربع است خب هم عزیز هم عزیز میگیم نه وقتی کل مربع است طبق این فرمولی که من میگم برایت او رو باید چک کنی باید این رو کار کنی فیست پس مربع دو حده مربع دا خارج قوس است کل مربع است وقتی هر کدام جدا جدا مربع بود بینش منفی بود مطابقت مزوج است یا تفاضل مربعات است که به این میشه سه شد پس فرق یار دور فامیدیو که اگر مربع کل مربع باشد میشه مطابقت مربع دو حده. اگر هر کدام جدا جدا مربع باشد به با اینش منفی باشد مطابقت چی میشه مزدوج میشه یا تفاضل مربعات میشه دقت کنید تفاضل مربعات این نامش تفاضل است حتی جمع هم نداریم یعنی ما اگر داشته باشیم ای مربع جمع B مربع این مطابقت نیست ما چنین مطابقتی نداریم جمع میتونه باشه به شرطی که مربع مال کل باشد ولی هر کدام جدا جدا باشد چون مطابقتی نداریم صحیح ولی اگر بینش منفی باشد تفاضل باشد مطابقت تفاضل مربعات یا مزوج داریم که به این شکل میتونیم به این شکل نوشته کنیم پس یار فرقش فهمیدیم حالا فرمولش من میگم برایتون نوشته میکنم خب حالا من این رو رو نوشتم میکنم ای جمع بی کل مربع اگر باشد نامش گفتیم چی است مطابقت مربع دو حد فرمولش به این شکل است حد اول مربع چون بینش جمع است میشه جمع دو چند حد اول در دوم دو ای بی و جمع حد دوم مربع بی مربع دقت کنید شکر عزیز پس یک بار دیگه من برد میگم ای جمع بی کل مربع اگر باشد حد اول مربع جمع دو چند حد اول در دوم یا میگیم دو برابر اول در دوم سه است دو ثابته این دو سابطه این دو ثابت است همیشه دو است دو چند حد اول در دوم بین یا چی است ضرب است جمع بی مربع و اگر شاگرد عزیز اگر به با این باشد بینش با منفی باشد ای منفی بی کل مربع دقیقا جواب فرمولش همین فقط در اینجا چون بینش مثبت ما حد دوم و مثبت ما در اینجا باید منفی بانیم پس میشه ای مربع حد اول مربع منفی چون بینش منفی است دو چند حد اول در دوم یا دو برابر اول در دوم جمع دوم مربع دقت کنید دوم منفی نمیشه همیشه مثبت است صحیح است پس حد اول مربع منفی دو برابر اول در دوم جمع بی مربع در چی میشه حد اول مربع جمع دو چند حد اول در دوم جمع بی مربع این دو فرمول باید از خود داشته باشیم سیست پس مربع دو حد این دو فرمول داره خب مثال کار میکنیم البته ثبوتی هم لازم نیست البته ثبوت هم میتونیم ثبوتش به این شکل است دقت کن عزیز من یک بخوام ثبوت بسازم این ثبوت کنم به این شکل میشن. نگاه کنید من یک بار میکنم بعد سوال کار میکنم برایتون ثبوتش در کتاب ما شما نیست اما نیاز هم نیست ولی خب من در که کسایی که سوال دارن درشان سوال پیش می چرا به شک نشه ثبوتش به شک نیست دقت کنید ما شما اگر داشته باشیم ای جمع بی کل مربع داشته باشیم معنای از چی است وقتی ما میگیم پنج مربع معناش یعنی چی است پنج ضرب در 5 6 مربع شش ضرب در 6 یک قوس مربع امی قوس باید در قوس ضرب شود در خودش پس ای جمع ای جمع بی در ا جمع بی باید ضرب شود خب ضرب چند حد در چند حد است چند حده در چند در یاد داریم دار دیگه ضرب فضا الجبری سیف حد اول در اول حد اول در دوم دوم, دوم در اول دوم در دوم, دوم سیف خب ضرب کنید چی میشه اول در اول یک ضرب در یک میشه یک ا ضرب در ا میشه یک ا مربع که یکش من نوشته نمیکنم فقط ا شه نوشته میکنم ا ضرب در بی مثبت در مثبت مثبت یک یک تام یک است از دویم یک است یک یک تام یک ای در بی میشه یک ای بی. یک ای بی خوب آل هد دوم بی زب در ای مثبت زب در مثبت میشه مثبت یک زب در یک هم میشه یک یک بی ای پس مثبت یک بی ای بی ای یا ای بی فرق نمیکنه و در حد آخر در آخر بی زب در بی چی میشه مثبت در مثبت مصبت. مثبت یک زبدر در یک تم میشه یک بی زبدر در بی هم میشه بی مربع پس مثبت یک بیمربه مربع که من یکی پوش نشتا نمیکنم. خب حالا اختصار میشه شاگرد عزیز یا اگه اختصار کنم انی با اینی اختصار میشه هر دو چی است ای بی بی ای. گفتیم فرق نمی خاصیت تبدیلی داریم ای بی با بی ای. فرق نمیکنه. سه ضرب در چار یا چار ضرب در سه حالا چی میشه یا مشابه است یک تا چه قسمت متحولاش نشتا میکنم. کنم پس بعد دقت کن شاگرد عزیز با دیگر رنگ نوشته کنم من ای, ای به خودش نوشتم می یک تازی ای بی رو نوشته می کنم ای بی و اعدادش جمع میشه یک مثبت با یک مثبت هم علامه هستند با هم جمع میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه دو مثبت پس مثبت دو ای بی جمع بی مربع صحیح است آخر نشین دقیقا همین شد همین فرمول شد پس ای جمع بی کل مربع میشه ای مربع جمع دو ای بی جمع بی مربع پس دیگه ضربش ما شما نیاز نداریم فقط از طبق فرمول پیش <تصفح> خب شاگرد عزیز پس ما و شما دو فرمول مربع دو حد رو فهمیدیم دقت کن یک بار دیگه میگم اگر بینش با جمع باشد میشه ای مربع جمع دو برابر اول در دوم جمع دوم مربع اگر بینش با منفی باشد میشه اول مربع منفی دقت کن ده این منفی است ده اینجا منفی بوده ده این مثبت بوده ده اینجا مثبت شده پس ای مربع منفی دو برابر اول در دوم جمع دوم مربع فیست خب پس این دو فرمول باید داشته باشین شاگرد عزیز پس ما میخوایم حالا چند سوال کار کنیم پس میرم و برمیگردیم چند تا مثال کار میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی چند مثال کار کنیم از مطابقت مربع دو حده حد پس من نوشته میکنم مثال خب شاگرد عزیز و با ما با شما سوال به شک داده گفته ایره شما دریافت کنید جوابشه. دو ایکس جمع کل مربع خب شاگرد عزیز مطابقت کدام نو است؟ نو دوم است از کجا اما امالی گفتم برید که اگر مربع مال کل باشد میشه چی؟ مطابقت مربع دو حد نو دوم اگر مربع هر کدام جدا جدا باشد و بینش منفی باشد میشه نو اول سیست تفاضل مربعات میشد پس فرقش از اینجا باید بفهمی این چی است مربع داخل چی از خارج قوس است یعنی از کل است پس این چی میشه مربع دو حد ده. خب فرمولش یاد داشتیم دیگه نه من یک بار دیگه فرمول اینجا نوشتم میکنم شاگرد عزیز به فرمولش A جمع B کل مربع میشد A مربع جمع دو ای بی جمع B مربع طب قضیه فرمول پیش میوریم قیمت گذاری میکنیم ای ما و شما در اینجا چی است دو ایکس است این دو ایکس ما و است و سوای ما و شما عمو بی است با با که مثبت است از فرمول مثبت استفاده میکنیم خب پس بریم انکشاف میت میره پس میشه ای مربع حد اول مربع دقت کنید حد اول ما شما دو ایکس است مربع جمع دو چند دو در اول در دوم یا دو چند حد اول در دوم دو در اول در دوم اول ما و شما چی است دو ایکس است دوم دو ما شما سوای است پس دو در دو ایکس در سوای و چی جمع دوم مربع جمع دوم ما شما چی است سه مربع خب بریم بریم انکشاف بتیم اختصار کنیم این مربع هم از دو است هم از یک است دقت کن چی میشه پس میشه دو مربع چند میشه چهار یک هم مربع نوشته میکنیم یک مربع سیس خب حال یار باید ضرب کنیم شاگرد عزیز یا ضرب است دقت کنید ضرب ما دور نه یی باز دور دا هم دای ضرب کنی هم دو ضرب کنه دیدم باز شاگردی کار میکنه این یعنی دور هم در دو یک ضرب میکنه هم دور در سه وای ضرب میکنه این غلط است شما وقتی بین سه تا حد ضرب است شما دوره که در دو یک ضرب کنه جوابش باید در سه وای ضرب او کی است که دو هم در دو یک ضرب میشه هم در سه وای وقتی به شک باشد دقت کنید شاگرد عزیز دو در دو یک جمع سه وای باشد بین از اگر جمع باشد دو هم در حد اول ضرب میشه هم در حد دوم ولی بین از یا چی است ضرب است پس وقتی ضرب باشد دو رو در دو یک ضرب میکنی جوابش در سوای ضرب میکنی اگر بینش جمع یا منفی باشد دو هم در اول ضرب میشه هم در دوم توضیح پذیری ضرب بالای جمع صحیح است پس این اون نیست دقت کنید چی بینش ضرب است پس دو در دو یک ضرب و چند میشه 4x میشه دو ضرب در دو کس چند میشه 4x چون میدانیم عدد در عدد متحول در متحول خوی متحول ندارد دو ضرب در دو چار خوی ایک رو نشتا میکنیم آلی 4 در سوای باید ضرب کنیم 4X ضرب در سوای کنیم عدد در عدد متحول در متحول چار x دوازده ایش زب در میشه X وای پس 4X مربع جمع چار سی دوازده دوازده ایش وای خب و آخرم اینی مربع هم از سی است هم از وای سه مربع میشه نو بینش علامت مثبت است مثبت 9 وای مربع صحیح شد خب یک تا مثال دیگه کار میکنم شاگرد عزیز که دقیق بفهمیم مثال بعدی به ما شما به داده سوال گفته که چی گفته که x بان x نمیگیرم دیگه چیز میگیرم میگیرم k مثلا Ck منفی دو مثلا دو چی دو t کل مربع سیست؟ خب س منفی دو تی کل مربع خب باز مطابقت مربع دو هدف میگیم بله از کجا فهمیدیم بگین شما آفرین مربع از کل است وقتی مربع از کل باشد مطابق نه دوم میشه صحیح مربع از کل است خب فرمول بین چی الان علامه منفی پس فرمول منفی من اینجا نوشته میکنم کنم فرمول منفی چی بود یا تا بگین ای منفی بی کل مربع چی میشه نشد ای مربع چون بینش منفی است منفی دو ای بی و مثبت بی مربع صحیح پس از این فرمول باید ما چی چک کنیم حل کنیم خوب کار میکنیم پس ای ما و شما یعنی سکه است و دوتی هم چی است بی است دقت کنید منفی دوتی نیست دوتی است این وقتی منفی باشه از فرمول دوم باید استفاده کنی. صحیح است دیدم بعض بعضی بیره منفی دوتی میگن منفی دوتی نه ای اما اول میشه بی امو دوم میشه علامه وقتی بینش مثبت است از فرمول دوم باید استفاده شوه وقتی علامه بینش بخش است. منفی بینش است از فرم دوم استفاده شود وقتی بینش مثبت است از فرم اول استفاده شود. فیس پس بی دوتی است منفی دو تی نگیریده خب پس کار میکنیم حد اول مربع حد اول مربع ای مربع پس حد اول ما شما سکه است پس میشه سکه مربع منفی منفی فیس منفی دو حد اول در حد دوم حد اول ما و شما سک است حد دوم ما و شما دو تی است پس میشه سکه دو تی سیست و در آخر چی هست؟ جمع حد دوم مربع جمع حد دوم ما و شما دو تی کل مربع خب آره چی کار میکنیم شاگرد عزیز اختصار میکنیم اختصارش میکنیم مدای پایین اختصار میکنم این مربع هم از سه است هم از کی است سه مربع چند میشه شش نه خیر باز نگه سه دو شش ها سه مربع معناش است که سه ضرب در سه 3 ضرب در سه چند میشه نو پس میشه نو که مربع ها باز یا یا رو باید ضرب کنیم شاگرد عزیز دو در سه که باید ضرب شو. این منفی از دو است منفی دو ضرب در سه که ضرب شد چی میشه دو سه شش درست است منفیش این میشه پس منفی 6 که اول منفی شش کرد در دو تی باید ضرب کنیم 6 دوی دوازده منفی در مثبت علامت نظر مثبت است منفی در مثبت منفی پس منفی 6 دو دوازده دوازده که در تی میشه که تی پس نو ک مربع منفی دوازده که تی جمع خب این مربع هم از دو است هم از تی است دو مربع چار چار تی مربع صحیح پس چار تی مربع پس شکر عزیز این هم سوال دوم کار کردیم درست است فهمیدید چرا رقم شد دیگه نه پس دقت کن شاگرد از این نکاتی که ما بر دقت کن که یاد بگیری و او چیست؟ گفتیم که از کجا میفهمیم از کدام مطابقت استفاده کنیم از همین نکته که برد گفتم اگر مربع خارج قوس باشد یعنی کل مربع باشد مطابقت چی است مربع دو حد یعنی فرمولا رو باید از داشته باشی اگر مربع جدا جدا روی از بود و بینش فقط منفی باشد مثبت باشد مطابقت نداریم جدا جدا روی از باشد بینش با منفی باشد میشه چه مطابقت تفاضل مربع از مطابقت نه اول باید استفاده کنیم سیست خب شاگرد عزیز ما و شما در صنف هشتم دو مطابقت در کتاب ما و شما از خوانده دیگه مطابقت ها رو در صنف نهم میخوانیم و صنف نهم و صنف دهم باز مطابقت ها رو ادامه میدیم پس همین دو مطابقت که ما و شما خوانیم بسیار مهم است درست است شاگرد عزیز خب شاگرده عزیز و گرامی پس درس امروز ما و شما دیدیم که چه رقم بود مطابقت نوع دوم خواندیم مطابقت نوع دوم چی بود گفتیم که نامش از مربع دو حد دو حالت دارد بینش میتونه مثبت باشد بینش میتونه منفی باشد از فرمولای هر کدام فرمول خود داره و باید از همو استفاده کنه درست است خب شاگرد عزیز پس مطابقت ها را خواندیم نوع دومش پس من تیک مارک میکنم پس یه از نوع دوم مطابقت ها گفتیم که همون که گفتم شاگرد عزیز مطابقت ها نوع زیاد در چند ناو دارد که ما و شما در سنف هشتم دو نوعش خواندیم ناو اول چی بود؟ یا تا نست بگه ناو اول گفتیم تفاضل مربعات یا مطابقت مزدوج و از کجا می دقت کن گفتیم مربع روی هر کدام از حدها جدا جداست و بینشم باید چی باشد؟ منفی باشد این بینش مثبت باشد و هر کدام مربع داشته باشد ما و شما اون مطابقت نیست رو نمیتونه مطابقت اون چین مطابقت نداریم است و اگر دقت مشاهده عزیز نوع دوم چه بود مطابقت مربع دو حد ده. مربع خارج قوس است یعنی کل مربع است سیست بینش میتونه مثبت باشه میتونم منفی باشه فرمولاش دیدین کار کردیم دیگه نه خب پس شاگرد عزیز کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 174 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از چه طریق روان میکنید از طریق واتساب آفرین از طریق واتساب نمبرش چند است؟ دو سفر نهصد و شست اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید پیشنهاد دا و انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم شکرده عزیز درست است؟ خب شکرده عزیز و گرامی پایان درس هفتم از فصل هفتم عزیزان ماندن نباشین وقت خوش خدا